با درود به بینندگان خوب تلویزیون ایران فردا، عسل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت و به دور از بلا باشید. برنامه رو آغاز می کنم با روجلد مجله فردوسی امروز به شماره 613 همی خودش، و همونطور که مشاهده می کنید مردم از بی‌عدالتی و نابرابری به سطوح آمدند و آماده شورش هستند. در همین زمینه مقاله است که بسیار خواندنی است و مطمئنم که مورد توجهتون قرار میگیره. بسیار نکات خوبی رو بهش اشاره کردن و اینکه به چه صورت هستش و مقالات دیگری در همین زمینه آقای علیرضا نوریزاده، آقای پهلوان در این هفته یک مطلبی در نوشتن در سوک یاری که رفت، آقای سرفراز حسین سرفراز عزیز که روحشون شاد، یادشون رو باز هم گرامی میدارم در همین جا، و مقالات دیگری که در این هفته به چاپ رسیده و امیدوارم که ما رو در این را حمایت کنید. مجله فردوسی امروز به شماره 613 همی خودش رسیده. برنامه رو ادامه میدم با نوید افکاری. نوید افکاری که متولد 31 تیر ماه 1372 بود و در 22 شهریور ماه 1399 به دست جمهوری اسلامی اعدام شد. نوید افکاری کشتیگیر بود، کارگر بود و یکی از افرادی بود که در اعتراضات 1397 در شیراز شرکت کرده بود و به او اتهاماتی زدند که حتی مدرک درستی بر او نداشتند. گفته بودند که او یک مأمور نیروی انتظامی که خود نیروی انتظامی قاتله و واقعا چقدر بلاها که سر مردم در نیاوردن و او رو حالا اعدام کردن، در صد اعدامش کردن. نوید افکاری رو واقعا بیرحمانه، و دو برادر دیگرشون حبیب افکاری و وحید افکاری که امروز در واقع باید این رو بگم که یک برادر زندانه و یک برادر آزاد هستش، و در واقع هنوز وحید در زندانه و حبیب افکاری آزاد شده. نوید افکاری که با پیام هایی که از زندان فرستاده بود نشون میداد که چه بلاهایی دارن سرش میارن، چه شکنجه هایی او رو میکنن و مطالب دیگری رو که در زندان میفرستاد. در همینجا دوست داشتم بیاد نوید افکاری ویدیویی رو از او با هم ببینیم. منم داشتم زندگیمو میکردم. کارگری میکردم و کشتی ما ادامه میدادم. و الان تیر اعدام کاملا روی گردنم شده. حالا ببینید قتل یک انسان بیگناه به دست یک سیستم عظیم به نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که اساس تمامی شعارهاش اجرای عدالت و حق طلبیه چقدر تأسف‌بار و وحشتناکه. بله، نوید افکاری که همونطور براتون گفتم به دو بار اعدام، 6 سال و 6 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. نوید افکاری در این بودیم که اصلا نمیدونستیم چرا او رو اعدام کردن و حتی با خانواده حتی نتونست آخرین دیدار رو داشته باشه، او رو یک دفعه اعدام کردن.
نوید افکاری که واقعا میبینیم که امثال البته نوید افکاری بسیار زیادن، افرادی رو که اعدام میکنن، جوانی که عاشق زندگی بود، عاشق ورزش بود، عاشق کشتی بود. بریم نگاه بکنیم و بریم بر مزار نوید افکاری و با هم یادی از او بکنیم. Rode, 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 rode. شما رو به مزار نوید افکاری بردم. البته یک ویدیو دیگه هم هست با هم، اگر اون رو هم نگاه کنیم، که مردم سروده یار دبستانی رو با هم میخونن. بله، مادر نوید افکاری رو دیدید بر سر مزار فرزندش، فرزندی که همونطور که گفتم عشق به زندگی داشت، ورزش دوست داشت و شاد بود، به دست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد. امروزه عده‌ای در خیابان‌ها هستند و فریاد می‌زنند اعدام نکنید. جاوید رحمان در آخرین گزارش خودش گفته اعدام قدغن، حتی معتادین، همجنسگرایا و غیره. امروز که مردم به خیابانها آمدند، بیاییم در کنار این عزیزان باشیم و با هم یک صدا فریاد بزنیم اعدام نکنید، اعدام نکنید، اعدام نکنید، اعدام نکنید. فرزند یک اعدامی رو با هم مشاهده خواهیم کرد در لحظات دیگر، فرزندی که پدر رو از دست داده و این چنین میگوید: کشیدم این درد و با گوشت و پوست و استخونم کشیدم، دلم نمیخواد هموطنم اعدام بشه، ما نمیخوایم هیچکی اعدام بشه و نباید اعدام بشه، اعدام حق فرزندان. و یا اینکه از مردم میخواد، میگی مردم ما هموطنتونیم، ما هم مردم ایرانیم. این جوان که مثل جوان خیلی از جوانهای دیگه که پدر یا برادر یا یکی از اعضای خانوادهشون رو از دست دادن فریاد میزنه و میخواد که اعدام نکنید. اعدامی که اگر یادتون باشه نرگس محمدی هم جزو کسانی بود که این فریاد رو زد، کمپینی را انداخت که اعدام نکنید در مورد نسرین محمدی، نرگس محمدی ببخشید، براتون خواهم گفت. ولی بریم نگاه بکنیم این جوان که میگه من هم ایرانی هستم، با هم نگاه کنیم. اگر مردم ایرانی، اگر عاشق سرزمینتونید، اگه سرزمینمون رو دوست داریم، اگه اسلام رو دوست داریم، به خاطر خدا، به خاطر چیزی که بهش اعتقاد داریم، بیان حمایت کنیم. ما مردم ایرانیم، ما از جای دیگه نیومدیم، ما غریبه اینا بله واقعا دردناکه وقتی که میبینید که ادهی میشینن و در دادگاهی که انصافی درش وجود نداره، قوه قضاییه که بر هیچ پایه و اساسی نیست،
قوه قضاییه که یک مادر قاتل رو آزاد میکنه، ولی مادر دیگر رو که دادخواه فرزندش رو به زندان میندازه. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری. پویا بختیاری که در هفته های گذشته تولدش بود، پویا بختیاری که متولد شهریور بود و در سال روز تولد فرزند، در سال روز تولد پویا بختیاری میبینیم که مادر در زندانه، پدر در زندانه، ولی اگر ناهید یا منوچه یا دیگران را زندانی می کنید، باز هم فریاد دادخواهی سر خواهیم داد و راه پویا و پویارها را ادامه خواهیم داد. با درود به خانم پوران نازمی، با هم نگاه کنیم که اونها رفتند بر سر مزار عزیزان، بر سر مزار آبانی ها و بر مزار سر مزار پویا بختیاری که تولدش بود. حیفم آمد که این ویدیو رو با هم نبینیم که واقعا به شجاعت، به استقامت تک تک عزیزان افتخار میکنیم و قدرشون رو میدانیم. نگاه کنید. درود بر ملت شریف آبان. در سال روز میلاد پویا بختیاری، جان فدای آبان 98، بر سر آرامگاه دوستان و همرزمانش حاضر شدیم تا بگوییم در این غروب دلگیر به طلوعی بهتر امیدواریم. خواستیم بگوییم 3 سال از ریختن خون به ناحق فرزندان و عزیزانشان گذشت، اما حکومت جمهوری اسلامی نه تنها پاسخ بوی خون این فرزندان نبود، بلکه فشار و تهدید و بازداشت آنچه بود که به خانواده هایشان روان داشت. منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه در سال روز میلاد پسرشان در زندان هستند. جنبش دادخواهی ملت ایران زنده است. دادخواهی جرم نیست. منوچهر بختیاری را آزاد کن. ناهید شیرپیشه را آزاد کنید. آخرین وضعیتی که منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، داره از در زندان قزوینه و از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده من شده. علاوه بر این، آقای بختیاری که از بیماری های متعددی رنج بره، از رسیدگی پزشکی مناسب و تخصصی محروم هستش. آقای منوچهر بختیاری همینطور ناراحتی کلیه و پروستات داره و باید حتما درمان بشه و قرصهاشو بخوره، که متاسفانه ایشون هنوز در زندان هستن و همونطور که میدونید 3 سال و 6 ماه به او دادن به خاطر دادخواهی فرزندشون. اول برنامه صحبت نوید افکاری کردم و سال نوید افکاری، دومین سالی بود که نوید افکاری رو براشون برنامه گرفتن، بر سر مزارش رفتن، 2 سالی که او رو اعدام کردن. و باید در همینجا بگم که ساعتی حتی حبیب رو و همسرشون رو دستگیر کردن و البته بعد هم آزاد کردن. گفتم این رو هم اضافه کنم در مورد این عزیزان که فراموش نشه. نکته که دوست داشتم براتون در اینجا بگم که خیلی برای من البته جالب که چرز کنم، ولی درخواست قرامت 3 زندانی آمریکایی که در سالهای 1188 اینها در اون در واقع در مناطق کوهستانی که داشتن از عراق رد می شدن و یا هر چیز دیگری، در نیروهای مرزبان جمهوری اسلامی اینا رو بازداشت میکنه و اتهام جاسوسی بهشون میزنه. و حالا این 3 تا در به گفته گزارش روزنامه گاردین گفتن که این 3 زندانی سابق آمریکایی درخواست غرامت کردن و به دلیل اینکه سلول بغلیشون
میدیدن که شکنجه دارن میشن و دارن شکنجهشون میکنن، اینا هنوز دارن اونها ناراحتیشون رو ناراحت هستن و احساس جمهوری قرامت خلاص قرامت خواستن، قرامتی که جمهوری اسلامی اصلا اهمیتی بهش نمیده و واقعا اینها هستن که باید به یاری خانواده های دادها و دیگران برسن، چرا که خودشون در سلول های جمهوری اسلامی بودن. این سه نفر سارا شورت، شین بایر و جاشوا فتا نام دارند که در همونطور که گفتم در سال 1388 به زندان افتادن. البته خانم سارا شورت در به همت در واقع پادشاه وقت عمان ایشون رو تونستن آزاد کنن که بعد هم دیگران هم آزاد شدن. هر صورت غرامتی که جمهوری اسلامی اگه قرار غرامت بده به خیلی از عزیزان و هموطنان و حتی در اینجا باید اشاره بکنم به هموطنانی که در هواپیمای اوکراینی به خانواده های اونها، ولی هنوز که هنوزه گویا جمهوری اسلامی رو نشناختن، گویا هنوز نمیدونن که جمهوری اسلامی چه حکومتی است، نقض فاحش حقوق بشر، نقض حقوق انسان و هفته دیگر قاتلی که دستش به خون هزاران هزار نفر آغشته است به آمریکا میاد، به سازمان ملل میره. شما که امروز غرامت خواستید بیایید در کنار خانواده های دیگر بیستید و از دولت آمریکا بخواهید که رئیسی رو راه نده، این قاتل جانی رو راه نده در سازمان ملل. هموطنان و گروهی از هموطنان ما که به این حرکت چند هفته است فعالیت میکنند و میخوان که جمهوری اسلامی، یعنی در واقع میخوان که رئیسی رو راه ندن و قرار هستش که تظاهراتی در روز 21 برگزار بشه، نه به حضور آیت الله قتل عام، این گروهی که واقعا فعالیت بسیار میکنند با عقاید متفاوت در کنار هم قرار گرفتند و با هم همصدا شدند. این سه آمریکایی اگر غرامت میخواستند و اگر غرامت میخواهند باید فریاد بزنند جمهوری اسلامی که درش شکنجه و اعدام هست، که شما امروز از اون اشاره میکنید که سلول بغلی رو میشنفتید، هنوز که هنوزه شکنجه میشن، هنوز که هنوزه به نام موسوی وند که امروز به خاطر گفته مادر یا دیگران، مادری که فریاد میزنه گریه میکنه و از همه سازمان های حقوق بشری میخواد که به یاری فرزندش بیان، صدای مادر رو با هم بشنویم و ببینیم که این مادر چی میگه و چی میخواد. بچه من حالش بده، بهنام من حالش بده، بهنام مگه چی بخواد؟ خواستش زندانه بینه، تعمل نداره، تعمل زندان نداره دیگه، خسته شد. دکترها میگن اگه سرمشو بست نکنه تا چند وقتی که میره کما. از جامعه بینام بلن از اون اگه میتونم بهم کمک کنم، خواهش میکنم نزن بچه من بره کما. دکترها میگن اگه تا امروز فردا سرم بست نکنه میره کما. خواهش میکنم، تقاضا میکنم کمک کنی بی بچه من، نزن بچه من بره کما. بله، آقای بهنام موسوی وند همین هفته در همین دو سه روز اخیر از اعتصاب غذاشون دست کشیدن. بهنام بیماره و شرایط خوبی رو هم در زندان نداره. آقای موسوی وند باید در اینجا بگم که در زندان کرج، در زندان رجای شهر کرج هستن و به دلیل
حال بدی که ایشون داشتند از لحاظ افت فشار و شرایطی که داشتن به بیمارستان، دوست ندارم این اسما رو به کار برم ولی من بلد نیستم اسمای دیگر این بیمارستان، حالا بیمارستان طالقانی که اصلا هیچ کار نکرده، حالا اسم بیمارستان به اسم اون گذاشتن، حالا در بیمارستان طالقانی بردنش و دست از اعتصاب قضا در صورت برداشته. این مادر رو دیدید، صدای مادر رو شنیدید و اینجاست که باید همه با هم فریاد بزنیم نه به جمهوری اسلامی، 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 نه. ما صدای آزادی با هم برای آبادی ایران می جنگیم، کنار هم می خوانیم، نابود باد استبداد، نابود باد استبداد، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه. بله، یک آهنگی بود به نام نه به جمهوری اسلامی و واقعا وقتی که نگاه میکنیم و میبینیم که به چه صورتیه و شرایط در به چه صورته، دوست داشتم در آخر با نرگس محمدی این برنامه رو به پایان برسونم. به دلیل عدم رسیدگی به وکیل، دسترسی به وکیل، ببخشید، نرگس محمدی از رفتن به جلسه دادگاه امتناع کرد و حاضر نشد که حضور پیدا کنه به دادگاه به دلیلی که هنوز به اجازه وکیل ندادن. این بود برنامه این هفته من، با تشکر از رضای عزیزم در اتاق فرمان و شما بینندگان که نشستید و این دقایق رو با من و همراه من بودید. تا برنامه دیگر، ساعت دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. یادتون باشه قدر هم دیگر بدید. خدا نگهدار.